سرخط خبرها. نماینده پارلمان بریتانیا زمان احتمالی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را اعلام کرد. 20 کشته در حمله الشباب در مرکز سومالی. مقاومت در کرانه باختری زخمی شدن 12 صهیونیست طی یک هفته. و دستگیری دو زن در ارتباط با قاچاق سلاح و مهمات. مشروع اخبار. نماینده پارلمان بریتانیا زمان احتمالی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را اعلام کرد. به گزارش اسپوتنیک، توبیاس الوود، معاون حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا، در گفتگو با رادیو تایمز اظهار داشت که در 10 سال آینده ممکن است از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در جهان استفاده شود. به عقیده وی این موضوع به دلیل تنش فزاینده در عرصه بین‌المللی است. وی گفت ما در دهه بسیار سختی زندگی میکنیم. جهان ما تغییر خواهد کرد. من معتقدم هرچقدر هم که ترسناک به نظر برسد در 10 سال آینده شاهد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی خواهیم بود. این نماینده پارلمان معتقد است که بریتانیا به یک وینستون چرچیل جدید نیاز دارد که به کشور کمک کند تا در این دهه بسیار دشوار را پشت سر بگذارد. 20 کشته در حمله الشباب در مرکز سومالی. به گزارش اینا، الشباب امروز شنبه در منطقه هیران واقع در مرکز سومالی دست به اقدامات تروریستی زد که به کشته شدن 20 نفر از شهروندان این کشور منجر شد. گروه تروریستی الشباب حدود 1 ماه پیش 6 نفر را به اتهام جاسوسی برای دولت سومالی، آمریکا و کنیا در شهر جلب واقع در منطقه جوبا در جنوب سومالی اعدام کرده بود. گروه تروریستی الشباب پیشتر نیز 7 نفر را به جرم جاسوسی برای دولت سومالی و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اعدام کرده بود. الشباب که یک گروه مسلح تروریستی وابسته به شبکه القاعده است، تاکنون بارها به غیر نظامیان در سومالی حمله کرده و چند عملیات خونبار را هم در سایر نقاط آفریقا انجام داده است. مقاومت در کرانه باختری زخمی شدن 12 صهیونیست طی یک هفته. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در یک هفته گذشته در نتیجه درگیری در نقاط مختلف کرانه باختری، 3 جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. مبارزان فلسطینی نیز در یک هفته گذشته در 90 نقطه با نظامیان صهیونیست درگیر شده و علاوه بر آن 1 مورد عملیات با سلاح سرد، 22 مورد تیراندازی و 15 مورد پرتاب کوکتل مولوتوف و موارد محترقه به ثبت رسیده است. بنابر گزارش شبکه فلسطین یام، جوانان مبارز فلسطینی در یک هفته گذشته در کرانه باختری 12 صهیونیست را زخمی کردند. روز جمعه دیروز یک جوان به نام فادی محمد قطاس از بیت لحم در عملیاتی با سلاح سرد در بیت عینون واقع در شرق الخلیل یک نظامیان صهیونیست را زخمی کرد که نظامیان صهیونیست این جوان فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند. و دستگیری 2 زن در ارتباط با قاچاق سلاح و مهمات. به گزارش تابناک، به نقل از ایسنا، علیرضا احمدی منش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد در راستای تامین امنیت استان و با توجه به هماهنگی به عمل آمده از طرف اداره کل اطلاعات استان هرمزگان با دستگاه اطلاعاتی، یکی از استانهای همجوار یک باند سازمان یافته قاچاق سلاح و مهمات کشف و منهدم شد. وی افزود پس از اخذ دستور مقام قضایی، سربازان گمنام امام زمان اقدام به متلاشی کردن این باند کردند که در نتیجه آن 3 نفر دستگیر شدند.